سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. با یک ویدیو دیگه از اخبار فرانسه در خدمتتون هستم. این روزها اگر تلویزیون فرانسه رو دنبال بکنید یا رسانه های فرانسوی رو یا حتی رسانه ها و خبرگزاری های دیگر رو که در مورد فرانسه دارن اخبار رو پوشش میکنن دنبال کنید، در مورد مرگ جوان 17 ساله هستش که توسط شلیک مستقیم پلیس کشته شد. این واقعه در فرانسه باعث راهپیمایی ها و اعتراضات گسترده ای شده، شورش هایی صورت گرفته. روز گذشته در شهر نانتق در واقع شورش های خیابانی بود، یک تراموا در جنوب پاریس به آتش کشیده شد، مغازه ها آسیب دیدن و حدود 150 نفر هم بازداشت شدن. در این ویدیو قرار هستش که آخرین تحولات مربوط به این رویداد رو با هم دیگه بررسی بکنیم، همچنین تصاویری هم از اتفاقات شب گذشته در پاریس با هم خواهیم دید. با ما همراه باشید. خب دوستان، تصاویری که می‌بینید مربوط به شب گذشته هستش. بعد از یک آرامش اولیه اواخر عصر چهارشنبه نارامی‌ها دوباره شدت گرفت. روزنامه‌نگاران خبرگزاری‌های فرانسه گزارش کردند که بیش از 10 خودرو و سطل‌های زباله متعدد به آتش کشیده شده و معترضان در خیابان‌ها موانع ایجاد کردند. دودهای غلیظی از منطقه برخاسته و بر روی دیوار و خانه‌ها نوشته شده که عدالت برای ناهل و پلیس آدم میکشد. ناهل نام همین جوان 17 ساله‌ای هستش که همونطور که در تصویر دیدید همین الان توسط پلیس فرانسه کشته شده. معترضان سنگ‌های خیابون‌ها رو بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها در فرانسه می‌کنن و به سوی پلیس پرتاب می‌کنن و پلیس با گاز اشک‌آور به اونها پاسخ میده. در یک شهرک واقع در شرق پاریس اعتراضات تا اواخر شب چهارشنبه هم ادامه داشت. در حال حاضر افسر مربوطه در بازداشت پلیس قرار داره. همونطور که در تصویر میبینید و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم ابراز همدردی کرده با خانواده نائل و گفته که امیدوار هستش که عدالت در این زمینه رعایت بشه. افراد سرشناس دیگه هم همچون کیلیان امباپه همونطور که در تصویر میبینید ابراز همدردی کردن با این واقعه. در همین زمینه پلیس نانتق اعلام کرده که مقتول بارها سابقه تخلفات رانندگی داشته و به همین دلیل متوقف شده بود. خودرو دو سرنشین دیگه هم همونطور که گفتم داشت که یکی از اونها فعلا فراری هستش و نفر دوم هم بعد از تیراندازی مرگبار به مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد. بار دیگه خشونت پلیس در محافل عمومی فرانسه به بحث و گفتگو گذاشته شده و موافقان و مخالفان زیادی در این زمینه صحبت میکنن. طرفداران این موضوع میگن که اگر که پلیس اون اتوریته یا اون قدرت لازم رو نداشته باشه، هرج و مرج در کشور ایجاد میشه و مخالفان هم میگن که خشونت پلیس بیش از حد شده و این نمونه قتل نشان دهنده این خشونت بی‌رویه پلیس هستش. باعث دیدید که در روزهای آینده چه تغییری در سیاست‌های پلیس فرانسه صورت خواهد گرفت. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر که این ویدیو رو دوست داشتید سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید. اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید، میتونید با زدن بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید. تا یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.